اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عجل کل الفرج عرز سلام و ادب و احترام و تسلیت محذر وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا و همه شما برادران و خواهران خصوصا شما مؤمنینی که در کشور حالند هستین و یا در ممالک اروپایی آمریکا، استرالیا، کانادا و آسیا زندگی می کنید اربعین یک یوم الله بزرگی بود که مکمل آشوراست گویا در اربعین یک بار دیگه عذابداری های من و تو باید به با امضای امام زمان برسه گویا در اربعین حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا را به جان اما قسم میدیم به جان زینب کبرا سلام الله علیها و به حرمت زینب کبرا سلام الله علیها که این همه ازاداری های ماهه ما را قبول کنه اربعین گویا یک تثبیت است برای ازاداری یک ماه و چند روز و قریب به دو ماه اربعین کتاب بزرگی است که در این کتاب سراسر حماسه است سراسر عشق است سراسر ارز ارادت و محبت است هم به وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم بر منتقم آن حضرت چند نکتر به صورت فهرستوار محضر شما خوبان تقدیم میکنم شما ای که هر سال ممکن بود اربعین کربلا باشین و امسال به از این قافل ما جا ماندیم انشالله خدا ای مریضی های امروزی را انشالله برطرف بکنه تا سالیان سال ان شاء الله در رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مسیر نجف تا کربلا را با پای پیاده طی بکنیم چه شماهایی که میرفتین سالهای پیش چه شماهایی که امسال تصمیم داشتین برین و سالها منتظر بودین چند نکته در رابطه با جریانات اربعین محضر شما بگم قطعا قضایای اربعین و احیاء این زیارت بزرگ ابا عبدالله الحسین در چنین روزی قطعا و قطعا یک سلسله حکمتها و یک سلسله درسها داشت که این درسها و حکمتها را محضرتان تقدیم بکنم اولین که اربعین یاد داد ما که به خاطر محبوبت سختی ها را تحمل بکنی گرفتاری های اربعین باور کنین اونایی که رفتن خوب می دانند. ممکن بوده در طول سال زندگی بسیار آرامی داشته باشیم و اربعین گویا از این آرامی های بظاهر دنیوی فاصله می گیریم حتی میتونستی غیر از اربعین کربلا و اعتاب مقدس مشرف شوی اما اربعین گویا با تمام وجودت سختی ها گرفتاری ها و مشکلات را به جان خود میخری اربعین درس است که با ما یاد میده برای رسیدن به محبوبت باید سختی ها را متحمل شوی ای کسانی که عشقتان این است به خیمه سبز امام زمان دسترسی پیدا بکنی خیمه سبز امام زمان خیمه نیست که در او چای خوردن باشد و نمیدانم پای روی پای انداختن باشد و خیمه امام زمان خیمه است که در او سختی ها و گرفتاری های مسلمان ها بررسی میشه خیمه است که در او برای غصه مردم غصه دار شوی و برای گرفتاری مردم از آسایش خود بزنی خیمه امام زمان در قلب و دل توست کسی کسی در انتظار منجیس که خود در کار نجات دیگران باشد اربعین یاد داد به ما که ما تسلیم سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات نشویم. این یک حرکت است، یک حرکت چرا که در بطن اربعین و در مهوری ترین جریانات اربعین پیاده روی، عظیم عاشقان به سمت حرم سید و علیه السلام و السلام است اول این پیاده روی و استارت این پیاده روی را رو حضرت امام مجتبا علیه آلاف و و سنا به سوی خانه خدا این حرکت را آغاز کرد امامی که بالغ بر بیست مرتبه به سمت خانه خدا مشرف شد با پای پیاده این پیاده رفتن که ای سالها در اربعین به اوج خود رسیده به ما نشان میده که برای رسیدن به محبوب باید قدم ها برداشت این پیاده روی خیلی در دین ما ارزش داره انشالله خدا قسمت کنه اونایی که رفتند مجدد برن اونایی که نرفتن مشرف شوند مکه مکرمه یکی از مهمترین اعمال مکه مکرمه که انشالله مشرف شوی سعی بین صفا و مروه است حضرت سجاد علیه السلام سوال کرد از شبلی شبلی سعی بین صفا و مروه رفتی عرض کرد بله ابن رسول الله فرمود علتش را فهمیدی عرض کرد نه ابن رسول الله هفت مرتبه این مسیر را باید حاجی بره و بیای پیاده بره پیاده برگرده فرمود به خاطر ای که هر قدمی که در سعی صفا و مروب برمیداری بیاد گناهان خود بیفتی و قدم بعد را که برمیداری با این که اول معیوز شدی اما در قدم بعد بیاد رحمت خدا بیفتی بگی الهی گر بدم اما تو خوبی یقین دارم که ستار العیوبی اربعین و پیاده روی اربعین همین رقمه آی شمایی که رفتین اربعین دیدین وقتی انسان اربعین حرکت میکنه در مسیر پیاده روی هر قدمش در فکره در تأمل کردن در تدبر کردن گویا این مسیر مسیر است که باید منو تو یاد بگیریم تفکر کردن را در رابطه با امام خود در رابطه با پروردگار هر این احیاء سنت های گذشته است باور کنین ما بارها گفتم بارهای مطلب را عرض کردم که ما مدیون محاسن سفیدان و سرسفیدان هستیم ما در کلانهایی که با سفید کردن موی سر خود و پدر کلانهایی که با سفید کردن موی سر و محاسن خود دین را سینه سینه و سینه به سینه به من و تو ما مدیون اینها هستیم سنت های قشنگی که کلانترهای ما و گذشتگان ما داشتند و کم کم فراموش شده در اربعین گویا زنده میشه لذا اربعین احیاء سنت های پیش است سنت های محبت کردن به یک دیگر سنت های حتی همین پیاده روی ها میدانین سالهای پیش گذشتگان ما که به رحمت خدا رفتن زیاد به حرم حضرات معصومین پیاده می رفتن. مثلا من مثال بزنم خیلی ها از افغانستان یا از ایران یا جاهای دیگه وقتی حرکت میکردن به سمت زیارتگاه ها اینها لقب میگرفتن از طرف مردم حتی مثلا اونهایی که از افغانستان به سمت مشهد و با پای پیاده حرکت میکردن معروف میشدن به زواراغا مثلا معروف بود زواراغا می گفتن زواره ها کیه میگفتن زواره ها کسی است که دو مرتبه یا سه مرتبه مسیر کابل تا مشهد مقدس را پیاده رفته یا بسیار بسیار پیاده روی ها بود که از سمت قم به سمت مشهد مقدس در ایران میشد این سنت ها کم کم فراموش شده بود اربعین به ما یادآوری کرد که این سنت ها را مجدد احیا بکنیم اربعین یک معامله زیبایی را به ما یاد داد چه من و تویی که رفتیم کربلا چه کسی که هنوز نرفته اما از طریق رسانه ها قطعا متوجه این عشق شده یکی از بزرگان میفرمود یک جوانی را دیدم پاهایش چند آبله زده بود رفتم بهش گفتم جوان یکی از این آبله های پایت را سوابش را بر من میفروشی و من گفت چقدر میخری؟ گفتم میلیارد مثلا اینقدر گفت نه گفتم بیشتر از این هم حاضرم پول بتم سوابش را به من میتی گفت یک نگاهی به من کرد گفت اگر کل دنیا را به من بدی ما ثواب یک آبل را به تو نمیدم یک نوجوان سیزده 14 ساله را ما در کربلا دیدم تازه از روی نجف کربلا رسیده بود تمام پاهای او آبل زده بود عشق میرخ گریه میکرد بهش گفتم که خسته شدی گفت خیلی گفتم که دیگه سالای دیگه بازم پیاده روی میایی گفت هر سال عشق ما همینه بگذار ای پاها آبله بزنه در مسیر حسین ابن علی علیه السلام ای یاد بگیریم که فقط و فقط شیعیان اربعین نباشیم یاد بگیریم که گاهی وقتا برای رسیدن به محبوب و معشوق و امام زمان خود ولو پاهای ما آبله بزنه بزنه یاد بگیریم که با تمام وجود خود را وقف امام بکنیم یاد بگیریم که از آبل زدن ها از کسالت ها از خستگی ها نترسیم اربعین به ما یاد داد از خود گذشتگی ها را یاد داد عطر و رنگ و بوی دولت کریمه میده اربعین همون رقم که در دولت کریمه امام باقر علیه و السلام فرمود مؤمنی برای خرید میره به بازار برای خانه خود و برای مسئله شخصی خود خرید میکنه اما دخل یده فی کیس اخی دست داخل جیب برادر ایمانی خود میکنه و با پول او خرید خود را حساب میکنه امام باقر علیه السلام فرمود حتی ذره ای در دل و قلب برادر ایمانی او ناراحتی ایجاد نمیشه که تو چرا چنین کاری کردی جریانات دولت کریمه جریانات ایثار است و گذشتن از خود انشاءالله زنده باشیم و دولت کریمه را ببینیم زمان ظهور امام زمان را ببینیم بی زمانی که یرضا له اهل السماوات والارض حتی تیرف تا الجو همه اهالی آسمان و زمین از آمدن امام زمان خوشحال میشن حتی پرندگان در آسمان اربعین و جریانات حضور بیست و چند میلیونی زائرین در کربلا یا پیاده روی هایی که مثلا شما در آمستردام درود رحمت خدا بر شما ای پیاده روی را چندین سال احیا کردین و ای سنت را گذاشتین یا در شهرهای دیگر هالند یا در شهرهای دیگر کشورهای غربی یا در آسیا یا در هر جای دیگه ای پیاده روی ها و ای با هم بودن ها در اربعین یک یک پیام فوق زیبایی میته و او پیام از خود گذشتن ها ایثار ها دیگران را بر خود مقدم کردن ها شماهایی که رفتن اربعین دیدین چقدر چقدر مردم نسبت به هم رعفت پیدا میکنن محبت پیدا میکنن اما شاید زیباترین درسی که در اربعین یاد میگیریم این است زیباترین درس این است که به ما یاد میده که در مسیر امامت قرار گرفتن تو را از گناه دور کنه دیدی وقتی عرب این ای پیاده روی را رو میری اصلا نمی بینی چشم چرا هاره نمی بینی پیوند محرم و نامحرم را نمی بینید دروغ گفتن ها و غیبت کردن ها را نمی بینی عصبانیت ها را و پرخاش ها را تمام غم و غصه تو در اربعین اینه که مثلا چای کم رنگ بخوری یا چای پر رنگ بخوری دیگه غصه دیگه ای وجود نداره خیلی وقتا زن و مرد کنار همدیگه حرکت میکنن در جریانات اربعین اما حسی جز حس حسین ابن علی در وجود کسی نیست گویا انسان رنگ و بوی اسمت را با خود میگیره درسی که به ما یاد میده اینه که او در مسیر امام زمان خود باشیم از امام باقر علیه السلام و سلام سوال کردن آجان ما چی کار بکنیم گناه نکنیم فرمود یاد و ذکر ما را در قلب خود زنده کنین عشق ما را در قلب خود زنده کنین وقتی عشق ما در قلب شما زنده میشه دیگه به سمت گناه نمیرین و قلبی که در او قلب محبت به اهل بیت باشه گرایش به سمت گناه کمتره شمایی که در خصوصا کشورهای غربی زندگی میکنین اخصا خدمت شما جوانان با کرامت عرض بکنم قطعا انسان در معرض امتحانات بزرگ قرار میگیره در معرض گناهان قرار میگیره ای کاش محبت خود را به امام زمان روزافزون کنیم محبت خود را نسبت به امام زمان قوی تر بکنیم و خواهیم دید که فوق العاد ارتباط ما با پروردگار بالا میره و فوق العاد از گناه دور میشیم ای در عرب این در در اربعین ما به وضوح توانستیم تجربه بکنیم و اما درس دیگر این جریان عظیم او درس دیگه این است که ما از اربعین یاد گرفتیم که برای محبوب خود و برای هدف خود و برای امام خود از بهترین ها بگذاریم ما ها وقت وقتا از او زیاده های زندگی برای امام گذاشتیم بعد به خدا از زیادی وقت ما بر امام گذاشتیم قباحت داره به خودم دارم میگم مؤمن حقیقی مؤمنی است که برای امام خود از گل وقت خود بگذاره از بهترین های زمان خود بگذاره از بهترین های سرمایه خود بگذاره اجازه میدن یک بانک رو برات معرفی بکنم ای بانکی که سود میده اما سودش ربانی نیست بانکی که فوق العاده برات چندین برابر برمیگردانه اون هم هنی انمری گوارای وجودت میشه و بانک بانک مهدویت اربعین به ما یاد داد کسانی را دیدیم و میبینیم که تمام زندگی خود را به عشق امام خود گذاشتند بهترین پذیرایی ها را کردند گاهی وقتا متاسفانه ما اصراف میکنیم بعد دل خود رو بی خوش میکنیم که خب زیادی ای غذا را میدیم به فقرا البته خب شمایی که در کشورهای غربی هستین کارتان یک مقداری سختتر زیادی ای غذا اضافات ای غذاها کجا میره نگین خدای نکرده صد لاشقال حداقل در کشورهای دیگه مثل افغانستان و ایران و پاکستان و عراق و اینجا زیادی میدن به فقرا همینم جای بحث چرا زیادی غذایت را به فقرا میدی چرا از گل غذایت به فقرا نمیدی اربعین به ما یاد میده که در مسیر خدا بودن و در مسیر امام بودن از زیباترین های زندگی خود بزن لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون قرآن میفرماید وقتی با خدا می خواهی معامله کنی از چیزی بگذار که دوستش داری مورد علاقه توست و باز یکی از درس های مهمی که هر به این به ما یاد میده اینه که شما ببینین در پشت اون بیکی که زائرین و اکول پشتی که زائرین و پشت خود بسته میکنن و قدم میزنن این مسیر را معمولا این جمله بسیار حق شده که قدمهایم را نظر آمدنت میکنم یاد ما میده که ما اعمال مستحبه خود را اعمال زیبای خود را اعمال پسندیده خود را در مسیر امام زمان قرار بدهیم چقدر خوب میشه که ذره زر ذره های زندگی خود را در مسیر آمدن امام تنظیم بکنیم استاد ما آیت الله العظم وحید و خراسانی میفرمود ختم قرآنی نمیکنیم مگر این که او ختم قرآن به نیابت از امام زمان باشه برای سلامتی امام زمان باشه نظر آمدنش بشه حتی تویی ای که این کلیپ را مشنوی در هر جای عالم که هستی قدمی که میخوای برداری از این به بعد حسنه ای که میخوای انجام بدی از این به بعد حالا انجام اعمال واجبات که نمیشه اعمال مستحبه ای که میخوای انجام بدی همه را به نیابت از امام زمان انجام بدی ای شما هایی که مشتاق اربعین هستین و امسال دلتان به سمت کربلا ماند همین الان و همین لحظه عهد ببندین که اگر امام زمان امضا کرد رفتنت را به کربلا به نیابت از او برید اجازه بده در پایان ارائزم ای دلها رو روانه کربلا کنیم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام من هم بشماست أقا هم با اونهایی که در مسیر شما و همراه شما بشادات رسیدن. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من لزيارتكم کاروان امام سجاد و زینب کبرا و بازماندگان شهدای کربلا وقتی بر می گشتن سمت مدینه منوره بشیر آمد خدمت امام سجاد یبن رسول الله سر دراهی رسیدیم یک راه میره کربلا یک راه میره مدینه کدام راه را برم فرمود بشیر قافل سالار زینب هرچه اما جانم دستور داد همان را انجام بده آمد محضر بی بی بی, شما چه می فرمایید فرمود بشیر منو ببر کربلا منو ببر کربلا منو ببر کربلا تا ای جمله گفته شد مسیر کاروان عوض شد به سمت کربلا در حرکت یک وقت دیدن سکینه نازدان آرام آرام شروع کرد زمزمه کرده اما جان گمانم کربلا شد ام من از دیک که بوی ام برای مهار ناقرا اما نگهدار که استقبال خواهر اکبر آخ ام جان گمانه اما از گهوار گور در این صحرا، صدای اصغرای اما امه جان ام جان ام جان در این صحرا مکن منزل که ترسم دوباره شمردون دون با خنجرای صلی الله علیکم يا آل رسول الله، اللهم عجل لبليك الفرد